اسفند ماه 1365 شلمچه. شما خوب برادر؟ الحمدلله. شما خسته نباشید. جدی که الان توش ماشینا تردد داشتن و خودتون هم توش اومدین، میتونین توضیح بدین کی زده شده و توسط کدوم جهات و دلیلش چی بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. با سلام و درود بر امام امت و فقیه عالی قدر و امت شهید پرور و شهدای عزیزم و خانواده های شهدا. جاده‌ای که ما هم اکنون در ایستاده، این جاده است به نام جاده که در حین عملیات کربلای پنج در این منطقه توسط جهاد نجف آباد و که عمده کار اون جهاد نجف آباد انجام داد و با جهاد فارس با همین جاده رو شروع کردن که بعد از مدت 35 الی 40 روز به اتمام رسید. این جاده دو روز بعد از عملیات آغاز شروعش بود که شروع شد و به کارون ادامه دادن تا این مدتی که تمام شد جاده. بله. برادر بفرمایید که این جاده چه نقشی داشت در حرکت بچه‌ها و انتقال نیرو به طرف خطای جلو؟ بله. این جاده جاده‌ای بود که مسیر و عبور نیروها را از عقبه به طرف خط مقدم نزدیک می‌شد. حدود 8-9 کیلومتر به طرف خط مقدم که می‌رفتیم از روی جاده نزدیک‌تر می‌شد و عمدش هم همین بود که سریع نیرو بتونه برسد به خط مقدم، اینکه کارهایی که و عملیات‌هایی که دارند به نحو احسن و خوب انجام بشد و مسئله در رفت اومدنشون زیاد ایجاد نشد. خدای نکرده تو مسیرهایی داشته، مسیر طولانی و زیر آتش بود و ایجاده باعث شد که سریع‌تر و نیرو برسه در خط که عملیات ها به طور خوب انجام بشد. دی ماه 1365 روز دوم عملیات کربلای پنج زل شمالی پنج زلی. ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علی القوم الکافرین. موعظه شب عملیات که پیرشب باشد، اومدیم توی منطقه و یاد خدا با رزمندگانمون شروع به کار کرد. خدا حفظتون کنه. از دیروز تا حالا چه کارای انجام دادیم با این لودر؟ دیروز یه جاده مهم بود است که از میون آب میمدست، قبلا خاکریز عراقی‌ها بود است که این جاده رو بولدیزرها صاف کردند و اومدن که کلی تدارکات منطقه از روی همین دژ عراقی بود است که این کار مهمترین کار بود است که جهاد سازندگی توی عملیات انجام داد است. و از دیشب تا حالا هم خاکیزایی که تو خط بود است و قرار است بزنن آمادن تا هر وقتی که رزمندگان احتیاج به خاکریز و جاده و سنگر داشته باشه. این کارا که بچه جهاد میکنن چه نقشی واسه رزمندا داره؟ یه نقشی اصلی جای همین کار است. اول خدا، دوم همین کارا و همین رزمندان هم که این خطا رو اینجا نگه میدارن. خدا خیرتون. سلامت باش. برادر شما عضو رسمی جهاد هستید؟ نه، ما داوطلب لازم شده. چه با بچه جهاد داریم؟ ما تقریبا دو سال پیش رفتیم جهاد سازندگی آموزش دیدیم و تا حالا خدا عمری داده است و باقی مونده ایم و اگر کاری از دستمون بر اومده باشد واسه رزمندگان داریم میکنیم. شما کجایی هستیم برادر؟ ما اهلی نجف آباده. روزهای اول عملیات کربلای پنج، همه ی حجم وسیع تدارکات در این محور از راه آب و با مشکلات بسیار انجام می شود. این وضعیت هرگز نمی توانست پایدار بماند. عمق کم آب گرفتگی
امکان استفاده از قایق‌های بزرگتر را محدود می‌کرد و اگر کار به همین صورت باقی می‌ماند، در حقیقت قصد دشمن نیز از ایجاد این آب گرفتگی به انجام می‌رسید. جاده‌ای که از آن سخن رفت در این چنین موقعیتی احداث شد و اگر نه چه بسا که ما ناچار می شدیم این محور عملیاتی را رها کنیم. مثل همیشه چهره خستگی ناپذیر شهید ذوالنور نیز در میان جمع بود. بعضی از اسمها با مسمای خیش تناسبی تام دارند و این از آن موارد است. حجت الاسلام ذوالنور به راستی ذوالنور بود و هیچ از این اسم کم نداشت. جهان در آستانه تحولی عظیم است و این تحول به دست کسانی ایجاد می شود که در هیچ یک از محاسبات و موازنه های سیاسی دنیا قدری و قدرتی نداشتند. اما عزت و قدرت از آن خداست و به هر که شایستگی دارد عطا می کند و بالعکس این تنها عاملی است که در محاسبه های رایج سیاست دخالت داده نمی شود. روز سوم عملیات دیگر اسکله ها خالی است و همه تدارکات از طریق جاده ها انجام می گیرد، اما باز هم کار به اتمام نمی رسد. با توجه به وسعت منطقه عملیاتی، کوتاه تر شدن مسیرها از ضروریاتی است که نباید مورد غفلت واقع شود. جهاد نجف آباد دست اندر کار احداث جاده دیگر است تا بتواند فاصله بین خط مقدم و عقبه را تا آنجا که ممکن است کوتاه‌تر کند. کار جاده از دیروز در زیر آتشی نسبتاً شدید آغاز شده و قرار است که جهاد فارس نیز نیمی از کار را بر عهده بگیرد. اساس کار جنگ بر اراده و اختیار و انگیزه های باطنی مردم بنا شده است و این نیز یکی دیگر از عوامل بی سابقه است که معادله های سیاسی رایج را در هم می ریزد. اولیاء شیطان این بار با پدیده ناشناخته ای روبرو شدند که دیگر با منطق حس قابل ادراک نیست. وقتی مردم خود با اراده و اختیار خیش بر محور حق اجتماع کنند، قدرتی می یابند که از آن بالاتر وجود ندارد. دست خدا با جماعتی است که بر محور حق اجتماع کرده اند. برای چی چطرش میخواییم زدن؟ با
توجه به اینکه جاده‌ای ممکنه با قایق هم بتونن برن تو خطوط. بله، چون با توجه به اینکه باید جبهمون تدارک بشه، بهمون گفتن که جاده رو بزنین که بتونیم بهتر اون طرف رو تدارک کنیم که تلفات کمتر داشته باشیم. جاده الان کدوم جاده داره؟ لارد و احتمالاً جهاد فارس که تا به حال هنوز اونا نیومد. برآورد کردین این جاده انشالله چند وقته تموم شه؟ انشالله به امید خدا شاید در طول دو هفته و نیم انشالله تموم شه. کارهای نقشه کشی ایناش انجام شده یا میخواد الان؟ نقشه کشیش انجام شده ولی قرار بوده بیان میخکوبیش و شاخص بندیش رو بکنن تا بعد درست بشه. خیلی ممنون. شما اهل کجا هستید؟ اهل نجف آبا. شغلتون تو نجف آبا چیه؟ معلم هست. واحدی هست به نام واحد ترهکار. ما از مربی های اون ترهکار. وقتی مردم خود با اراده و اختیار خیش بر محور حق اجتماع کنند، قدرتی میابند که از آن بالاتر وجود ندارد. دست قدرت خدا با جماعتی است که بر محور حق اجتماع کردند. سازندگی نجف آباد به اینجا آمدیم و تا اونجه که قدرت داریم ایستادگی میکنیم و میبینید که الان اینجا خط مقدم جبهه هستش. ما داریم خاک میاریم، میبینید که الان هواپیما دارن میاد در پروازن، تمام بمبشون رو میریزن. الحمدلله رب العالمین یکیش به هدف نمیخوره و جنگنده های ما از اینجا بلند میشن میرن اونجا. بهترین جایی که امکان داره و نیروهاشون رو میتونه تلف کنه بمباشون میریزن که دیدید الان ریختن بمباشون رو، برگشتن به سلامتی رفتن به مقرشون و الانم چه میبینید کاتوش های عراق داره کار میکنه، اونها اون رو به رو داره کار میکنه، یکیش به هدف نمیخوره الحمدلله. و ما انشاءالله تا جون در بدن داریم و خون در رگ ما هست ایستادگی میکنیم و صدام صدامیو رو نابدیم انشاءالله. شما اهل کجایی؟ ما اهل نجف آباد هستم. اونجا چی کار میکنی؟ در نجف آباد یه مغازه‌ای داشتم که اجناس خریداری میکردم از لحاظ قاشق آلومینیوم، از قاشق‌های برنجی من می‌بردم شهرستان می‌فروختم. و فعلا دیدم که باید بیام اونو ولش بکنم، درآمدم برام داشت الحمدلله و دیدم که باید اون کارو ول کنم و بیام اینجا. وظیفمه این طورم عرق بریزم که می‌بینی الان پشت ماشین نشستم و هیچ باکی هم ندارم از هیچ جا. و اونجا کار می‌کردیم و بعدم نبود، نه اینکه بد بودنش به این بود که رزق حلال پیدا می‌کردم. یه مواقعی هم که رزقی مثلا دیدم قشی درش هست ناراحت بودم از اینکه در این معامله و در این معاشره که میخوام بکنم اونجا قشی باشه و از خداوند خواستم که منو هم رزق حلال بهم بده هم یه کار خوب. و فعلا میبینم از کار بهتر نیست. یعنی ما باید فی سبیل الله بیاییم اینجا کار بکنیم و انشاءالله صدام و صدامیان را نابود کنیم انشاءالله. حاجی آقا همین که در حال رفتن هستید بفهمه اینجا الان داری چیکار میکنی؟ جاده میزنی؟ اینجا جاده داریم الان میزنیم. اینجا خط مقدم است که میبینید الان داریم داریم الان چیز میزنیم، جاده میزنیم و میریم انشاءالله جلو. جاده هست که به نزدیکای بصره انشاءالله خواهیم رسید و صدام و صدامیان را با همین جاده هایی که ما میزنیم انشاءالله بسیجیان و سپاه ارمنده ما و نیروی هوایی قرنده ما به یاری امام زمانمان و یاری حضرت فاطمه زهرا که امروز و روز وفات او میباشد انشاءالله ما به پیروزی خواهیم رسید. چون که میبینید الان اون هلیکوپتر اونجا داره در حرکت است
از ما هست. شب هنگام ساعت ده و نیم کار جاده نه تنها تعطیل نشده بلکه وسعت و سرعت بیشتری گرفته است. قسمت اعظم کارهای پشتیبانی شبها انجام می‌گیرد که دشمن از دید کمتری برخوردار است. آنچه که شبها باید بر آن غلبه کرد تنها خواب نیست، اگرچه جذابیت و کشش خواب هم قدرتی نیست که بتوان جز با اشتیاق مفرد و عشق بر آن غلبه کرد. شبها قوای وهمیه وجود بشر فعال تر است و این چنین هرچه انسان از نیروی عقل و اشتیاق عشق کمتر بهره‌مند باشد بیشتر و بیشتر خود را به دست ترس می سپارد و ترس برادر مرگ است. شبها غلبه کردن بر ترس از غلبه بر خواب دشوارتر است. آنها که در این عرصه جهاد فی سبیل الله توفیق حضور یافتند می دانند که شبهای جبهه چه صفایی دارد. روح مؤمن ستاره است که تاریکی شب نور آن را جلوه دیگری می بخشد و این چنین هرچند شبها آتش دشمن بسا شدید تر می گردد اما هرگز نمی تواند بر جلوه نور ایمان غلبه کند. آتش بسیار شدید دشمن هرگز نتوانست وقفه‌ای در کار ایجاد کند. این جاده دو روز بعد از عملیات کربلای پنج آغاز شد و 35 روز بعد به اتمام رسید. آنچه ما را از ترس دور می کند سخن قرآن است، همان سخنی که سربازان صدر اسلام در رکاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بر زبان داشتند. هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین، چه فتح و چه شهادت، هر دو برای ما پیروزی است. مشغول چه کاری هستین شما اینجا الان؟ مشغول هستین یه جاده بزنیم به طرف نیرو برای تدارکاتشون. بله؟ یکم بیانه هفته سرو بسید. بله داریم یه جاده بزنیم به طرفی قطع اول که بچه ها روش هستن برای که آسان‌تر بشه تدارکشون بکنیم. شما از بچه های کدوم جهاد هستین؟ جهاد نجف آبا. الان؟ بله. ساعت چند شبه؟ بله حدود دوانی میشه. یازده شب. بله ان شاء الله کارو تا چه ساعتی ادامه میدین؟ تا صبح بله. چه مقدار از کار پیش رفته؟ بله چه مقدار؟ تقریبا 50% پیش رفته. بله ان شاء الله با امید خدا ضعفی همین چند روز تموم بشه. بله رفیق شدی اینجا چون
تو دید توپا و خمپارهای دشمن بوده، مسلماً حوادثی هم به جای گذاشته. بچه ها شبا کار میکردن، میتونین بگین چه مسائلی داشت؟ بله، این جاده همطوری که گفتیم از شروع به کار چون زیر آتش شدید دشمن بود، شهدای زیادی هم روی جاده داده شد. جهاد نجف آباد 12 تا شهید روی جاده داد و حدود 20 تا مجروح. از جهاد دیگه هم اینجا؟ از جهاد فارس هم از او طرف شروع به کارش بود. اونم خب ما اطلاعی نداریم از شهدا و مجروحش، ولی بود. بالاخره اونم شهدای مجروحی داشتن دادن روی جاده تا همه جاده بس بشید. و مسئولین راهسازی ما که الان نیستندشون، رفتن مرخصی و تعدادشون هم مجروح شدن. خب اینا بودن که و کلا اونا باید صحبت میکردن که از وضعیت کارشون و اینکه چگونه جاده زده شده اینا، خب لازم بود، خوب بود که اونا بودن و جزئیاتشو و مسائلی که اتفاق میفته روی جاده صحبت میکردن. ولی خب حالا نیستندشون، انشاءالله باشه تا موقعی که اومدن شما هم تشریف داشته باشید بیاد و این مسائل بالاخره اونم صحبت هایی دارن در با جاده گفته بشه. این روحیه برادرها بعد از دادن بقیه سایر برادران، راننده های لودر و بلوزر و رانندگان کامیون و مایله، اینا بعد از دادن این مجروحا و شهدا روحیهشون چطور بود برای ادامه کار و به پایان رسوندن کار؟ بله، این حالت ده برادره بود که هر وقت یک مجروحی داده میشه، شهید داده میشه، اینا پرقدرت‌تر و پرتوان‌تر کارشون ادامه میدن. نه که خدا نکرده سوسی در کارشون بشه، همون باعث میشد که این برادرها بیشتر و به کارشون و متعهدتر بشن و کارو بیشتر و پرتوان‌تر ادامه بدن، که همینطور هم بود و ما اینو از نزدیک مشاهده میکردیم. ده برادرها مسئولیتشون هم گفتن بیشتر میشه. برادری که شهید میشه روی جاده هم گفتن ما وظیفه اون نیست که بیشتر کار بکنیم، بیشتر زحمت بکشیم که بار اونم از دوش ما برداشته شد. خیلی ممنون برادر. خواهش میکنم. هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله، هر که دارد هر که فرمان برد از روح خدا بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سر از شور و نوا بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله، هر که دیدار حسین ابن علی میخواهد، هر که دیدار حسین ابن علی میخواهد، هر که دیدار ائمه و علی میخواهد، هر که دیدار ائمه و علی میخواهد، مبدش مهر و وفا عشق و صفا بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله، هر که دارد حوث کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله. در آسمان بلند تاریخ تنین انداز گشته است و این بار راهیان کربلا، این راهلان قافله عشق، بدان لبیک گفتند. خون خازان خدا گشته از این باقا کش، خون
گشته از این باغ آگه، همه آماده و سوی کوی او در راهش، همه آماده و سوی کوی او در راهش، زین جهت هست در آن خاک شفا بسم الله. هر که دارد عوض کرب و بلا بسم الله، هر که دارد به سرش شور و نوا بسم الله، از میان تاریخ می گذرد و هر کس در هر زمان بدین سلالت بگوید از ملازمان کاروان کربلاست.